با سارا یکی از این خیابونای شیرین داشتم میرفتیم، من هی نگاه کردم بعد گفتم سارا اون درخت رو میبینی؟ سارا گفتش که آره میبینم. گفتم میتونی اون درخت چه داستانی داره؟ گفتش که چه داستانی داره؟ گفتم که تمام زیر این درخت مزرعه بود. بعد ما بچه ها که را میافتادیم بالاخره شروع میکردیم دیگه، اون کروسایی ها یه دفعه پیداشون میشد که ما رو بگیرن، ها پیداشون میشد یه دفعه ما قیب میشد، این برو میگشت اون برو میگشت اون برو میگشت و بعد مزرعش رو نگاه میکرد میگه نه دست نزدن، راشو میکشید و میرفت. 5 دقیقه بعد یکی از درخت میمدیم پایین و اگه او از این را میرفت ما نقطه مقابلش میرفتیم که دنبال با ما رو اثر نمیده. حالا این درخت رو نشون دادم و میبینیم که این درخت چقدر داستان داره، ما چقدر رفتیم با شاخ و برگ این درخت، ولی خیلی خوشحال شدم که این درخت قدیمی بود. تمام این بچه های دوره کودکی ما اینا بچه های هم آدم های تحصیل کرده بودن، هم بچه های روستایی بی سواد بودن، یعنی پدر مادر بی سواد داشتن، ولی چون اختلاف بین ما های اصلا وجود نداشت، اونا هر کاری که بلد بودن به ما یاد میدادن، ما مردم که بلد بودیم به اونا یاد میدادن. یعنی همه این بچه ها خونه ما از خونه خود شد، یعنی می اومدن میخواستن رچن مامان بیاین بچه ها تو، بیاین بچه ها تو، یه بازی جدید بخوام یاد تو مرش. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم، خوشحال و شاد و خندانم. این دوستی تمام عمرمون بود، همه یعنی هر کجای دنیا که بودیم و هستیم و همه اینا بی خبر از همدیگه نیستیم. میشه مگه آدم بازی بچگی یادش بره؟